مجلس ارتجاع صحنه بحران و فساد بیعلاج حکومتی، رأی مصلحتی به وزیر سمت و حملات شدید به روحانی. مطهری نماینده مجلس ارتجاع خطاب به روحانی: پیاده راه بیفت، برو ببین مردم در شهر چه میگویند. میگویند خدا روحانی را لعنت کند. امروز وزیر پیشنهادی سمت توسط رئیس محترم جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ وجه در انظار عمومی نمی آید و حتی در برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی برای وزیر پیشنهادیش حضور پیدا نکرده و ما متاسفیم. آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده راه بیافت، برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. این جمله ایه که داره گفته میشه تو کشور. مردم به شما سر سوزنی اعتماد ندارن، چه برسه به وزیر پیشنهادی که ده دو دهه خارج از کشور بوده. ببینید دوستان، کسانی پشت پرده انتصاب جناب آقای رزم حسینی در جایگاه وزیر سمت هستند که اگر من بخوام پشت پرده هاشو نام ببرم تعجب میکنید. ملاقات هایی که افراد فاسد کنار آقای رزم حسینی داشتن با مسئولین و بعضی از نمایندگان که به تعداد انگشتان یک دست نمیشود تعجب میکنید. من اینو میخوام بگم جناب آقای رزم حسینی، شما چگونه در کشوری که ادعا میکنید ارادت دارید، مسئولیت میخواید بگیرید، که محل زندگیتون در کاناداست، دو دهه در کانادا، خانواده جناب عالی در کانادا زندگی میکنن، چرا شما اینجا آمدی و دم از مردم میزنی و دم از نظام میزنی؟ این حرکت حرکتی نیست. نمایندگی خواهش میکنم دوستان، همکارانی که اینجا ایستادن لطف کنند در سر صندلی خودشون باشن. بفرمایید. چطور آقای رئیس جمهور از کرونا ترسیدی؟ کرونا بهانه ای است. من برات متاسفم آقای رئیس جمهور. ببینید بحث تو دو تابعیتی آقای رزم حسینی را انتشار دادن که افکار شما دوستان و نمایندگانی که حضرت آقا جدن به حضور شما میبالن منحرف کنن و از فساد اقتصادی این گروه، این مجموعه غافل بشید. من استدعام از شما اینه که آقای رزم حسینی شفاف سازی کنن. چرا در جایی که خانوادهش در کانادا به سر میبرن الان ایشون در این کشور حضور دارن؟ در رابطه با فروش شرکت سوری ورشکسته به شرکت ملی مصر، این شرکت سوری چی بوده؟ برخلاف دروغی که آقای علیرضا رزم حسینی به نمایندگان مجلس گفته، وی از اوایل دهه 80 با پوریانی مافیای معدن کرمان شراکت داشته است. یعنی ایشون گفته شراکت نداشتم، مدارکش موجوده. از دیروز تا حالا لیدر آقای رزم حسینی 6 بار با من صحبت کرده و 3 تا پیشنهاد به من داده که شما مخالف صحبت نکنید. سال 83 شرکت همیار ماشین آسیا، این متعلق به آقای رزم حسینیه. این یه شرکت که خودش عضو هیئت مدیره است. ایشان واردات ماشین‌آلات سنگین داشته. آیا کسی که چشم دوخته به واردات میتواند صنعت و معدن و تجارت ما را درست کند؟ ولی این آدم صلاحیت بسیار متشکرم معدن تجارت شدن امکان نداره. والله آقای مطهری، وقت ازت عالی تمام شده. آقا نظم نفر بعدی. اینا بلنگوی من زود قطع. خب حسین فرهنگی
از قاسم سلیمانی و رابطه او با رزم حسینی استفاده نکنید. چرا رزم حسینی در کشورهایی که غارتگران پناه گرفته اند مدت طولانی حضور داشته و کار واردات را انجام می داد؟ قبل از همه مطالب از موافقان محترم خواهش دارم که از نام مقدس سردار بزرگوار ما شهید سلیمانی در این جایگاه استفاده نکنند. هیچ ایرادی به جناب آقای رزم حسینی برای مدت حضورشان در لشکر و در جبهه وارد نیست، اما برای بعد از اون 10 سال ابهامات و نکات مهمی وجود دارد و از همکاران محترم خواهش میکنم به اون نکات توجه بفرمایند. چرا از کشور خارج شدند؟ چرا مدت طولانی در کشورهای مختلفی که تروریست ها و غارتگران و فراریان کشور در اون کشورها پناه گرفتن کار واردات به کشور ما را انجام دادن؟ کاری که ایشون کردن کاری است که هپکو رو به اون وضعیت کشون. کاری که ایشون کردن وارد کردن ماشینالات دست دوم به وفور و از طرق مختلف به داخل کشور بوده. ایشان در مدتی هم که در داخل فعالیت اقتصادی داشتن کارهای مشکوک زیادی دارن، اینها رو واقعا باید توضیح بدن. برای یک شرکت سوری که فقط یک سوله ساخته و چیز دیگری به وجود نیاورده وام‌های میلیون یورویی و ده‌ها میلیاردی از داخل گرفتن، همان شرکت سوری ناقص غیر عملیاتی رو به یک شرکت دولتی با قیمت بالا فروختن و بعد از مدتی اعلام ورشکستگی اون شرکت و دور انداختن اون شرکت سوری، چه خاصیتی برای کشور ما داشته در مدت فعالیت‌های اقتصادی ایشان؟ یک شرکتی به نام همیار ماشین، خود ایشون مسئولش هست و مالکش، میاد از وزارت نفت مجوز واردات ماشینالات مهندسی میگیرد، مجوز باطل میشه، میرن جعل مجوز میکنن، بعد از جعل مجوز کشف میشه کارمندی که این کار رو انجام داده، حبس میشه، از وزارت نفت اخراج میشه. برای چه موضوعی؟ برای اینکه ما وارداتی بکنیم که هپکو و هپکوها رو ورشکسته و فشل و از بین ببریم؟ با جعل، با تخلف. مسائلی که در سوابق ما مشاهده میکنیم، حتی در حوزه های اقتصادی هم کارهای مفید و مثبتی نیست. در همین رزومه که همین الان توضیح شد در خدمت شما، عنوان بهترین شرکت خصوصی ایران در کنفرانس جهانی ماشینالات در کشور چین، یعنی مهمترین وارد کننده ماشینالاتی که تولید داخل رو به روز سیاه نشانده. ضمن اینکه شنیدم، من بررسی و تحقیق نکردم، که رئیس دفتر دولت در جلسه گفته با اگر چوب را هم به مجلس فعلی معرفی کنیم مجبورن رأی بدن. مهرداد کرمی، دختر شما شهروند کانادا و در برخی از شرکت‌های اقماری به عنوان هیئت مدیره دارای سمت است. آیا صحت دارد مجوز اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری دارید؟ گاهی گفته می شود که ایشان در دور زدن تحریم ها نقش داشته. متاسفانه ماهیت دور زدن تحریم ها به گونه ایست که این کار به راحتی قابل اثبات یا رد نیست. به عنوان مثال توضیح دهید، آیا صحت دارد که دختر شما به عنوان هیئت مدیره در برخی از شرکت های اقماری دارای سمت است و شهروند رسمی کاناداست؟ آیا صحت دارد که شما دارای مجوز اقامت دائم مشمول گزینه پی آر یا اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری هستید؟ علیرضا سلیمی، بدون حضور روحانی جلسه رأی اعتماد خلاف قانون است. آرئیس، من اخطار قانون اساسی رو دارم. چند عصر رو عرض میکنم حضرت عالی، اگر محبت کنید و توضیح بفرمایید. اولا اصل 131، اصل 131 میگه در صورتی که رئیس جمهور بیش از 2 ماه غیبت کنه،
یا بیمار باشن. اینجا مسئولیتشون رو به عهده معاون باید بگذارن، البته با اذن مقام معظم رهبری. خب الان از روز افتتاح مجلس تا امروز آقای رئیس جمهور به هر کیفیت در ملأ عام ظاهر نشدن. بر اساس سازوکاری که در ماده 202 و 204 آیین نامه برای ما به هر کیفیت مشخص کرده، بدون حضور آقای رئیس جمهور به هر کیفیت آیین نامه خلأ داره، ساکته، مشخص نکرده آیا ما میتوانیم جلسه رو ادامه بدیم یا نه. یعنی جلسه رای اعتماد به نظر من از اینجا به بعد خلاف قانونه. علتش اینه که آیین نامه در جایی که آقای رئیس جمهور استنکاف کردن سازوکاری مشخص نکرده، گفته نشه دوبار دیگه این اتفاق افتاده، اون دوبار هم خلاف بوده. سرکرده سپاه خامنه‌ای در مجلس آخوندی: دشمن با عملیات روانی به قلب جوانان ما حمله کرده، اینجا میدان جنگ و نقطه مرکزی تلاش ماست. دشمن امروز به درون خانه های ما حمله کرده است، به سفره های مردم ما، به قلب های جوانان ما، و عملیات روانی خود را با حصر اقتصادی ترکیب کرده است. بسته است. جنگ اساساً منتفی است. آنها زاویه نفوذ اقتصادی و عملیات روانی را باز کردند. اینجا میدان جنگ نقطه مرکزی تلاش ماست. باید متمرکز شویم. مثل یک قرارگاه عمل کنید. هیچ کشوری جز ایران در جهان وجود ندارد. آن وقت چگونه زندگی می کردیم؟ دشمن نه قادر است و نه مایل است که مسائل ما به دست او حل شود. قیز آمریکا دائمی است. ماهیت این نظام استکباری است. اگر با او هم آشتی کنیم ضربه می زند، ما را می شکند، اراده ما را از بین می برد. ما با